تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در دوحه قطر گفت طالبان مجددا این اطمینان را به آمریکا داده که افغانهایی که خواستار خروج از کشور هستند بتوانند این کار را انجام دهند این نشست خبری با حضور و مشارکت لوی داستین وزیر دفاع دولت بایدن و همتایان قطری برگزار شد هدف حضور مقامات آمریکا در دوهه علاوه بر قدردانی از همکاری قطر در ترانزیت اطبای آمریکا و افغان های همیار رایزنی درباره تعامل با افغانستان تحت سلطه طالبان است گزارشی از همکارم فرهاد پولادی آقای بلینکن گفت که به طالبان یادآوری شده که جامعه بین المللی این گروه را به تعهداتی که خود آنها را بیان کردند از جمله آزادی سفر متعهد میداند ما در حال حاضر درگیر رایزنی شدید دیپلماتیک هستیم ما در این باره یعنی در مورد سفر اتباع افغانستان در ساعت اخیر رایزنی کردیم آنها گفتند که به افغانهای دارای مدارک سفر اجازه خروج می دهند ما و ده ها کشور دیگر آنها را مسئول این گفتهشان می جامعه جهانی شاهد اجرایی شدن این تعهد آنهاست به گفته وزیر خارجه آمریکا در چارچوب عملیات خارج کردن اتباع آمریکایی و افغانهای همیار از افغانستان تاکنون بیش از 58 هزار تن از طریق دوحه قطر به آمریکا و دیگر نقاط دنیا منتقل شدهاند. در این کنفرانس خبری آقای آستن وزیر دفاع آمریکا بار دیگر از نحوه خارج کردن اتباع آمریکایی و افغانهای همیار از فرودگاه کابل که آشفتگی هایی به همراه داشت دفاع کرد و نقش قطر در این فرایند را ستود در این حیاتی و تاریخی قطر بسیار فراتر از انتظار ما عمل کرد ما از کمک سخاوتمندانه شما که هزاران نفر را از مرگ نجات داد متشکریم ما از نیروهای نظامی ما متحدان و شرکای ما در اجرای بزرگترین عملیات خارج کردن مردم که بیش از 124 هزار تن بود ممنونم در روزهای پایانی عملیات خروج اقدام انتحاری داعش خراسان در نزدیکی فرودگاه کابل منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و ده ها تن از شهروندان افغانستان شد. توقفگاه بعدی آقای بلینکن آلمان است و آقای آسن قرار است به دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سفر کند. محور سفر این وزرای ارشد کابینه پرزیدنت بایدن رایزنی درباره آینده افغانستان تحت سلطه طالبان است. فرهاد پولادی صدای آمریکا